سلام دوستان، دلم برایتان تنگ شده بود. دفعه قبل ما با هنرمندی به اسم آقای اندریدری آشنا شدیم. امروز قصد داریم تا با هنرمند دیگری آشنا شویم به نام ویل شاوکی که رازهای درون آثار هنریش پنهان شده است. و شما باید زمانی که دارید با آن نگاه میکنید این رازها را پیدا کنید. پس بیایید سریعاً برویم سراغ آثار هنری ویل شاوکی. ویل شاوکی یک هنرمند مصری است. تمام آثار هنری که من میخوام امروز به شما نشان بدهم درباره شهرهای ویران شده باستانی میباشد. به این نگاه کنید، میتوانید بگویید که این آیا یک بنای تاریخی است؟ با یک نگاه به آسمان تاریک به نظر نمیرسه که هنگام روز باشه. اوه، اما من یک چیز جالبی پیدا کردم. یک حیوان آنجا پنهان شده. پیدایش کنید. بله، یک حیوان که شبیه خرگوش است آنجا پنهان است. می توانیم به این یکی نگاه بیندازیم؟ در مقایسه با اثر هنری قبلی این یکی روشن‌تر به نظر می رسد. اگر با آنچه که دورش خط کشیده شده است نگاه کنید، شبیه یک دیوار قلعه به نظر می رسد. چطور داره تغییر می کند؟ اگر به اینجا نگاه کنید، می توانید چیزی را ببینید که به صورت یک پرنده تبدیل شده است؟ بیایید به این قسمت که در عقب‌تر است نگاه بندازیم. شبیه یک تپه بلنده، اما وقتی نزدیکتر نگاهش میکنیم چی میبینید؟ بله، میبینید که چطور به یک پرنده تبدیل میشه؟ این یک روش جالب برای نشان دادن آن است. این یکی هم مانند یک تپه بلند به نظر میرسد، اما من فکر میکنم باز هم چیزی در آن مخفی است. دقیقتر به آن نگاه کنید تا بفهمید چه چیزی در آن پنهان است. این یکی چه چیزی میتواند بیان کند؟ با نگاه کردن به کوههای واقع در پشت و قسمت‌های تحتانی آبی رنگ شبیه یک اقیانوس است. چه چیزی در قسمت میانی می‌بینید؟ این جانور که در حال پریدن در اقیانوس است کاملاً با ظاهری عجیب‌تر از آن است که ماهی بنامیم. این ماهی دارد چه کار می‌کند؟ من فکر می‌کنم که یک صحرا است. در اینجا هم یک جانور ناشناخته پنهان است. چه چیزی را دارد نشان می دهد؟ از تخیلات خودتان استفاده کنید. امروز ما قصد داریم که به این چشمانداز نگاه بیاندازیم و با تصور آنها به شکل حیوانات نقاشی بکشیم. پس بیایید شروع کنیم. اول از همه بیایید حالت‌ها را به دست آوریم. فعلا فقط نگاه کنید. چطور است که صخره‌ها و سنگ‌ها را شبیه به خودشان در تصویر بکشیم و این قسمت را به شکل صورت یک فیل درآوریم؟ بیایید با جزئیات بیشتری نقاشی کنیم. Thank you.
حالا بالای آن را با یک خودکار میکشیم. اگر کارتان تمام شده است، با یک پاککن آن را پاک کنید. حالا وقت آن رسیده که رنگش کنین. می توانین به رنگ یک فیل، شن و ماسه، صخره و هر چیزی که دوست دارین آن را رنگ‌آمیزی کنین. و قرار نیست حتما یک رنگ مشهود باشه، پس هر رنگی را که می خواهید انتخاب کنین. من نقاشی خودم را به این شکل رنگ کردم. شما چطور رنگ آمیزی کردین؟ اگر حیوان‌های دیگری مد نظرتان است، می توانید به شکل آن حیوان نقاشی کنین. بسیار خوب، کلاس امروز چطور بود؟ خیلی سرگرم کننده است اینکه چیزی می تواند به شکلی که ما آن را تصور کنیم در بیاید. اشکال متنوع زیادی در طبیعت وجود دارد، پس ما می توانیم خیلی فراتر تصور کنیم. شما باید از نو به اطرافتان نگاه کنید و طبیعتی را مشاهده کنید که قبلا به آن علاقه نداشتید و چیزهای زیادی را تصور کنید. در آن صورت است که شما جنبه های متنوع زیادی از طبیعت را کشف خواهید کرد. بسیار خوب، امروز روز خیلی سرگرم کننده ای با شما داشتم، پس دفعه بعد شما را خواهم دید. خدا نگهدار.